اول پتروس فصل چهارم. پس چون مسیح درد و رنج های جسمانی را کشید، شما نیز باید خود را برای همین کار آماده سازید، زیرا کسی که درد و رنج کشیده است دیگر گرفتار گناه نمی شود و تا آخر عمر خود مطابق اراده خدا زندگی خواهد کرد، نه به هدایت شهوات نفسانی، زیرا شما در گذشته به قدر کافی وقت خود را صرف کارهایی که خدا ناشناسان خواهش انجام آن را دارند کرده اید. در آن وقت زندگی شما در ارزگی، شهوترانی، مستی، عیاشی، مجالس میگساری و بت‌پرستی شرم‌آور سپری می شد. و اکنون آنها از این که شما دیگر در چنین زندگی بی بند و بار با آنها شرکت نمی کنید تعجب می کنند و از شما بد می گویند. اما آنها روز باید اصحاب خود را به خدایی که برای داوری زندگان و مردگان آماده است پس بدهند. چرا به مردگان بشارت داده شد؟ برای این که آنها گرچه مثل همه آدمیان در جسم مورد داوری قرار گرفتن، در روح دارای زندگی شوند، همان طوری که خدا زنده است. پایان همه چیز نزدیک است. باید حواس شما جمع باشد و با هوشیاری و خودداری دعا کنید. مهمتر از همه محبت تا نسبت به یکدیگر جدی و قوی باشد، زیرا محبت گناهان زیادی را می پوشاند. با خوشحالی و سخاوتمندی نسبت به یکدیگر مهمان نوازی کنید. باعث کسی که برکات گوناگون خدا را یافته است، استعدادها و عطایای خود را برای خیرات دیگران به کار ببرید. مثلا کسی که وعظ می کند، طور سخن بگوید که گویی از طرف خدا پیامی دارد، و آن که خدمت می کند، با قدرتی که خدا به او عطا می فرماید خدمت کند، تا از این راه خدا در همه چیز به وسیله عیسی مسیح جلال یابد. جلال و قدرت تا به ابد از آن او باد. آمین. ای عزیزان، از آزمایش های سختی که برای امتحان شما پیش می آید تعجب نکنید و طور رفتار ننمایید که گویی امر غیر عادی برای شما پیش آمده است. در عوض از این که در رنج های مسیح شریک شده اید شادمان باشید، تا در وقتی که جلال او ظاهر می شود شادی و خوشی شما کامل گردد. خوشا به حال شما اگر به خاطر نام مسیح به شما بد و رد بگویند، زیرا در آن صورت روح پرجلال خدا در شما ساکن است. امیدوارم که شما هرگز به خاطر قتل یا دزدی یا بدکاری یا دخالت دچار زحمت نشده باشید. اما اگر به عیسی یک مسیح رنج میبینید ناراحت نشوید، بلکه برای این که نام مسیح را بر خود دارید خدا را شکر کنید. وقت آن رسیده است که داوری فرزندان خدا شروع شود، و اگر ما اولین کسانی هستیم که داوری میشویم، نصیب و عاقبت کسانی که انجیل خدا را رد کردند چی خواهد بود؟ و اگر نجات عادلان اینقدر دشوار است، عاقبت گناهکاران و اشخاص دور از خدا چی خواهد بود؟ بنابراین اگر کسی مطابق اراده خدا دچار رنج و زحمت شده است، باید جان خود را به دست آفریدگاری که همیشه به وعده‌های خود وفا می‌کند بسپارد و به نیکوکاری خود ادامه دهد.